با درودی متواضعانه خدمت شما بینندگان تلویزیون اندیشه، برنامه دیگر از روانشناسی خودمانی رو با شما عزیزان آغاز میکنیم، در حالی که سرخط خبرهای آمریکا با اندوه بزرگی از فاجعه‌ای که دیروز در لاس وگاس رخ داد به اصطلاح پوشیده شده. حادثه‌ای که یک انسان به احتمال قوی روان رنجور یا روان پریش با استفاده از اسلحه های متعددی که خریداری کرده بود در فضای آزاد به کسانی که در یک کنسرت موزیکای کانتری یا موزیکای روستایی گوش می کردند شلیک کرد. 59 نفر کشته شدند، 520 و خورده‌ای نفر مجروح هستند که حال بعضی از مجروحین هم خوب نیست. به هر حال یک فاجعه بزرگ اجتماعی هست که بخشی از مسئولیتش بر عهده کسانی هست که رأی دادن به آزادی اسلحه بدون بررسی های لازم روحی و روانی. یادم هست که آقای اوباما و بعدها در دوران انتخاباتی خانم هیلاری کلینتون چقدر تأکید می کرد رو این که ما ضمن احترام به قانونی که در قانون اساسی آمریکا هست که داشتن سلاح برای سلف دیفنس یا دفاع شخصی در آمریکا آزاده، در این حال باید آگاه باشیم و حساس باشیم و هوشیار باشیم که این سلاح در دست کسانی که از اختلالات روانی رنج میبرند یا بیمارانی که میتوانند تصمیم‌های ناسالم خطرناک برای جمع بگیرند در دست اونها نیفته. و آقای دونالد ترامپ جزء یکی از کسانی بود که به خاطر حمایت مالی سنگینی که از طرف انجمن دفاع از اسلحه و تولید کنندگان اسلحه، بودجه های سنگینی که در انتخاب شدن ایشان مصرف کردند، ایشان وعده داد که هیچ نوع کنترلی رو نمیپذیره برای داشتن اسلحه. من نمیدونم این دو شبه آقای دونالد ترامپ در لحظات خلوت خودش لحظه ای فکر کرده که بخشی از مسئولیت آنچه که در لاس وگاس اتفاق افتاد بر دوش اوست و کسانی که مثل او رأی دادند برای آزادی اسلحه. ما به عنوان روانشناس، انجمن روانشناسان سال هاست رو این مسئله تأکید میکنیم که افرادی هستند که در لحظاتی بدون داشتن کنترل و اراده و گرفتار یک وسوسه شیطانی در مرگ و نابودی خود یا دیگران گرفتار میشن، که اینها باید ابزار به انجام رساندن این وسوسه ها رو در اختیار نداشته باشند، که یکیش هم مسئله اسلحه هست. به هر حال فکر میکنم قلب هر انسانی در هر کجای دنیا با اون لحظات بیم و هراس و وحشت میتونه ارتباط برقرار کنه و این حادثه غم‌انگیز رو یک وضعیت ناخوشایند جمعی تلقی کنه. راجب کسی که این کار رو مرتکب شده هنوز اطلاعات در حال
انباشته شدنه. ولی تا اینجا میدونیم که پدر او یک دزد بانک بوده که سالهاست گم و گور و فراریه و جزء لیست the most wanted، کسانی که پلیس اعلام میکنه در دنبال این به اصطلاح این مجرمین خلافکاران هستن، یکیش پدر ایشونه. اما خود ایشون پرونده خلافکاری نداره، حتی نمیدونم خلاف رانندگی نگرفته. از ویژگی های شخصی خودش یکی قمارباز سنگینی بوده، دوم اینکه شکارچی قهاریه و در خونش هم تعداد بیشتری اسلحه به دست آمده. اگر ما طبق نظریه های بیولوژی که سوسیوپت ها جلو بریم، ما کریمینال جین یا ژن جرم و خلاف رو داریم که یک پیش زمینه ای میده برای انسان هایی که به سمت خلافکاری کشیده بشن. نشان کو ندارد از آن، نمیدونم این پسر از اون پدر نشانی که نداره. خب پدر دزد بانک و فراری و تحت تعقیب پلیس، و خب این هم پسری که این کار کرده اگر از اونجا. ولی کسانی که از جمله برادرش خیلی متحیر هست از اینکه هیچ وقت او سخنی از این نوع رویاها نمی گفته. به هر حال مطمئنم که اطلاعات بیشتری بیرون خواهد آمد، ولی ما وقتی که قماربازی رو میبینیم و میل به شکار رو میبینیم، میتونیم بفهمیم که از چند ویژگی، یکی ایمپالسیویتی، یعنی دست به عملیات اندیشیده نشده میتونن بزنن، یا در اثر اضطراب و وسواس فکری گرفتار یه نوع جبر میشن. اینو میتونیم ببینیم، ولی خیلی زود هست هنوز که ما بتونیم یک تجزیه و تحلیل دقیقی از این بزهکاری که گویا یا جان خودش رو گرفته یا مورد اصابت گروه به اصطلاح آتش FBI قرار گرفته، که هنوز رو این مسئله تردید هست. به هر حال غم انگیز، ترسناک. حالا این وسط آیسس هم یا از آبی که ریخته داره نظر امامزاده میکنه یا واقعا ارتباطی بوده، معلوم نیست. این چیزا ادعا کرده که این جزء طرفداران ما بوده، نمیدونم. ولی اون چه که مسلمه سفید پوسته و آمریکاییه و نوجوان هم نیست، 62 سال یا 64 سال عمرش، یادم نیست. به هر حال این از این خبر غم انگیز. من نمیدونم که آیا دوستانی مایلن در این قسمت اظهار نظر کنن رو این که آیا باید کنترلی روی در اختیار داشتن اسلحه و رابطه اون با سلامت روحی انسانها بررسی بشه یا نه. اون چه که مسلمه انسانی که گرفتار تفکرات بیمارگونه بالقوه میتوانه رفتارهای آسیب و گزن در سطح کوچک یا بزرگ ازش سر بزنه. این آدم اگر ناخونگیر فقط در اختیارش باشه یکی رو زخمی میکنه، چاقو اگر در اختیارش باشه یکی رو زخمی میکنه، یا نهایتاً یه نفر رو میتونه بکشه. ولی اگه اسلحه کمری دستش باشه
ممکنه دو سه نفر رو زخمی کنه، مسلسل دستش باشه، اونم چند تا یه همچین کارهایی میتونه اتفاق بیفته. من جز طرفداران کنترل اسلحه و آزمایشات دقیق قبل از فروش اسلحه به افراد هستم. اسلحه چیزیه که کسی باید اونو در اختیار داشته باشه که مسئولیت داره، مهارت کنترل عواطفش رو داره، در تنظیم عواطفش هیجانی نمیشه و آموزش کافی دیده که چگونه، کی و کجا اونا رو به کار ببره. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. الو، تلویزیونتون رو ببندید. تلویزیون رو ببندید خانم. بفرمایید. بستم. بله بفرمایید خانم. سلام خانم دکتر. سلام خانم، بفرمایید. ببخشید خانم دکتر، من نمیدونم، اصلا باورم نمیشه دارم با شما صحبت میکنم. همینجوری داشتم، چون همیشه برنامه‌های شما رو دنبال میکنم، یه آن گفتم بذار بگیرم شاید بتونم با خانم دکتر صحبت بکنم. نمیدونم، من الان بحث شما در ارتباط با اسلحه بود، داستانا درسته؟ بله بله، این ماجرای لاس وگاس و مسئله بله. که اسلحه آزاد باشه یا نه. من البته تخصص شما رو ندارم، ولی یه جوری هیجان زدم شدم. تخصص شما ندارم، ولی ببینید مثلا وقتی که من اینو میبینم تو ایران بچه‌های 12 ساله 13 ساله تو این بازی‌های کامپیوتری که به صراحت فقط آدم کشی و فقط نمیدونم یه جا به دور هم جمع میشن، اون رو میکشه، این رو میکشه، من نمیدونم نظر، نمیدونم منظورم به شما بگم، میخوام بگم که وقتی این سیدی و این فیلم ها دست بچه های 12-13 ساله ما هست، نمونش برادرزاده خودم، خواهرزاده خودم، و اینا ساعت ها به شکل انیمیشن آدم میکشن، نمیدونم اسلحه میکشن، آب چاقو میزنن. خب چه توقعی میخوام داشته باشم که مثلا حالا یه کسی بزرگ شه یا به یه سن کمال برسه بخواد این حسها توش دوباره ایجاد نشه؟ بله. نظرم، من نظرم رو درست گفتم؟ بله شما، میخوام بگم خود ما این ابزار و وسایل رو آماده میکنیم برای اینکه بعدا این اتفاقا خواهد افتاد. بله ببینید، اولا من و شما که این ابزار رو آماده نمی کنیم. ما گرفتار یک وضعیتی هستیم و اون لجام گسیختگی سرمایه‌داری آزاده. ببینید، کمپانی هایی که تولید کننده این مسائل هستن به هیچ چی فکر نمی کنن چون جز سوداوری، جز فروش. شما فکر میکنین مثلا این برنامه هایی که فرض کنید پورن تولید میکنه یا ویدیوهایی که روابط جنسی عادی و غیر عادی رو ترغیب میکنه، بله. اینا اصلا فرقی براشون میکنه که اینا چقدر منجر به تشویق و ترغیب اعتیاد جنسی میشه؟ اصلا چقدر رو روابط سالم جنسی به اصطلاح انسانها اثر میذاره؟ اصلا. اینا کسانی هستند که برای سود شخصی چوب حراج به ارزش‌های انسانی، به اخلاق جمعی و به آنچه که منجر به سعادت و بهروزی انسان هست می‌زنند. خب؟ بله، کاملا موافقم. بنابراین بحث همینجا هست که آیا تا چقدر دولت‌های منتخب مردم، چون ظاهراً مردم در جمع یا شعور جمعی کمتر اشتباه می‌کنه، دولت‌هایی که برخواسته از شعور جمعی باشند در انتخابات آزاد بتوانند چقدر بر تولیدات آزاد کنترل داشته باشند، چقدر بر وسایل ارتباط جمعی کنترل داشته باشند، چقدر جلوی لجام گسیختگی سرمایه داری به خصوص در صنایع غیر اخلاقی رو بگیرن. این یه بحث بسیار مهمیه. بله شما درست میگید، این بازی ها خشونت رو تقویت میکنه بین بچه ها، ببخشید، خشونت رو تقویت میکنه بین مردم،
ایمپالسیویتی یا رفتارهای بیفکر و هیجانی رو شدت میبخشه. شما فکر میکنین چه تعدادی مراجع ما داریم الان در سنین میانسالی که دیگه از رابطه عادی یکی دوبار در هفته جنسی با همسرشون لذت نمیبرن به دلیل اینکه ابزار هیجانی زیادی رو در اختیار دارن. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. الو روزتون بخیر خانم فرنونده. در مورد بحثی که الان دارید، من واقعا میترسم از اسلحه، خیلی هم مخالف هستم، چون دیدم که تو شهری که ما هستیم بچه 13 ساله اومده پسر 19 ساله رو کشت و اسلحه‌ای که داشت. ولی مسئله ای که مثلا پسر من 26 سالشه، وقتی بهش میگم که اصلا اسلحه درست نیست که مردم داشته باشن، اول به شدت جوان هست، خواستم افکارشو بهتون بگم، مخالفت میکنه، میگه شاید یک روزی حکومت به مردم ظلم کرد، شاید طوری شد که جنگ خیابونی شد، مردم بتونن از خودشون دفاع کنن. میخواستم نظرتون بودم، ولی من خودم به شدت مخالفم. میگم اسلحه یک ثانیه هست، یک لحظه، وقتی شلیک کردی تمام، دیگه نمیتونی کاری در باری، یا مثلا بی خود دستی آدم دیوونه. بله. من میخواستم نظرتون رو بودن در این مورد. خیلی ممنونم که من همین کرد. من همین مسئله رو، همون موضعی رو که آقای اوباما و خانم هیلاری کلینتون داشتن، میگفتن اگر اسلحه رو ما به عنوان یک وسیله دفاعی برای روز مبادا یا برای اینکه یه سارق مسلح وارد خونمون بشه و اینا باید داشته باشیم، این جزء حق حقوق شهروندیه، من با این انقدر مشکل ندارم، ولی اینکه حداقل یه آزمایشا و یه سنجشا و یه به اصطلاح تست هایی باشه که در دست افراد مجنون نیفته. بفرمایید دوست عزیز، با شما، تلویزیون رو ببندید. خانم فرهودی سلام عرض میکنم. سلام آقا، بفرمایید. خسته نباشید. ممنون، مرسی، ممنون. میخوام یک پیشنهادی به شما تقدیم کنم. بفرمایید، خواهش میکنم. هر شهروندی، هر ایرانی که تلفن کرد تلویزیونش روشن بود، البته اختیار با خودتونه، شما گوشی رو قطع کنید، چون با 5-6 سال جنگ اعصاب داریم خانم. از شما سپاسگزارم. مرسی. بله، من این مشکل رو دارم، ولی خب دلم هنوز نیومده که یه همچین کاری رو بکنم. بعد از این مبحث لاس وگاس، من امروز موضوعی رو تهیه کرده بودم در رابطه با همون روبرویی با سایه های جمعیمون، و یه کسی به من پیشنهاد کرده بود که من این سریال شهرزاد رو ببینم چند ماه قبل، و من این سریال شهرزاد رو شروع کردم به دیدن، و چیزی که برای من جالب بود، یعنی با این نیت من شروع کردم نگاه کردن، که چطور این سریال مثل سریال دایجان ناپلئون اینقدر به اصطلاح مورد اقبال جمعی قرار گرفته و اینقدر طرفدار پیدا کرده، اینقدر بیننده پیدا کرده، اینقدر افراد اصلا چسبیدن که اینو فاز به پاز دنبال کنن، برام جالب بود. بعد از این که من این سریال ها رو دیدم، خیلی هم سریع دیدم، تو یکی دو روزی که یه ذره فرصت داشتم خیلی هاشو پشت هم دیدم، متوجه یه پدیده‌ای شدم. اولا من فکر میکنم در ساختن این سریال، یا کسانی که نوشتن این سریال رو بر عهده داشتن، سناریو نویس این سریال، یا خودش مطالعات یا تجربیات یا یه تخصصی در زمینه‌های روانشناسی جمعی داره، یا اینکه از روانشناسانی کمک گرفتن. چرا این حرف رو میزنم؟ چون ببینید، برای کسانی که دیدید، شاید برای کسانی که ندیدید حس کنید من راجع به چی دارم حرف میزنم. چون ببینید، تک تک شخصیت‌های این سناریو معرف یکی از شخصیت‌های واقعی رایج در جامعه ما هست. یعنی به عبارت دیگه، فرض کنید این آقای بهبودی که از یه طرف عاشق زنشه که
وقتی زنش باش سردی میکنه، میره میشینه زار زار گریه میکنه، میگه من چه آدم بدبختی هستم، ولی از یه طرف دیگه دائم اونو میخواد کنترل کنه و اگر در کنترلش احساس رضایتمندی نکنه که به همه جای زندگی این رخنه کرده و کنترل داره روش، اون وقت اون موجود وحشی و اون خوک درندهی میشه که میزنه این زن رو لطوپارش میکنه و بعدم میره یه دونه جواهر میخره میاد و بعد گریه زاری میکنه و خودشو بدبخت و بیچاره و مستعصل میبینه. این داینامیک بسیار بسیار سنجیده شده یک روابط ابیوسیو بین یه انسان بیمار سادیستیک مشکوک و خودشیفته که هیچ نوع تماس حسی با طرف مقابلش نداره ولی خیال میکنه که عاشق اونه. اینو مثلا تو این آدم ما میبینیم. یا فرض کنید ما توی یعنی یه طیفی از هنجارها و به هنجارها، از ارزشها و ضد ارزشها ما میبینیم که در جامعه واقعیت عینی داره. خب واقعیت عینی داره. مثلا یه صحنه‌ای که من خیلی خیلی خوشم اومد و لذت بردم، اون شب شعریه که تو بیرون دو تا اتاق تو در توه، مثلا این جلوش یه شب شعره که یه عده اکثرا هم افراد فرهیخته و پرریخته با هم قاطی تو این اتاق جلو نشستن و در عالم ادبیات و در عالم به اصطلاح بیان شاعرانه افکار روشن فکرانه خودشون هستن و از این تو اتاق رد میشن، رد میشید، شما میرید یه عده دیگه نشستن که دارن رو سیاسی ترین بحث روز که مسئله دکتر مصدقه گفتگو میکنن. بعد تو خود اون گروه شما یه دو دستگی میبینید بین پیرهای کاردیده و محتاط و جوونهای پرشور و به اصطلاح خطرگزین و درگیری که بین اینا میبینید واقعا درگیری هاییست که تو هر دوره از تحولات سیاسی کشور ما این رو در روی ها واقعیت داره. بعد فرض کنید توی مسئله نصرت، این روباه حیله‌گر بداندیشی رو میبینید که بسیار هوشمندانه دو تا چهره داره، یه چهره بازیگری که داره نقشه میریزه که تمام چهره های موجود رو از دور پسرش خالی کنه قباد و وقتی که ثروت خانواده دیوان سالار به دست قباد افتاد که پسر خودشه، اینم به یه هپل هپوی برسه. اما همین آدم در خلوت خودش با شربت، اون معشوقه پنهانیش، یک حال و احوال خیلی ساده فرهنگ، در واقع فرهنگ بی تکلف رابطه یه زن و مردی که هر کدوم نقش برانگیزاننده و هیجانی جاذبه و سکس در همدیگر رو به ساده ترین زبانها، مثل فرهنگ کوچه، مثل فرهنگ مثلا سوسن، فرهنگ مردمی، طبقه به اصطلاح محروم اجتماعی که در خلوت خودشون حال و هوایی بسیار ساده ولی پررنگ
از دل و دلدادگی دارن. خب دو تا سیخ کباب میگیره، میاد میشینه با شربت یه میم میزنه و حال و هوای میکنه و با هم بازی میکنن و شیطنت میکنن و حالا اون قسمت هایش هم که مجاز نیست در جمهوری اسلامی نشون نمیدن و شما میتونین حدس بزنین. بعد سحرگاهان دوباره با یه بخچه و کله پاچه و یه نون سنگک میاد اونجا. این یک نوع شیوه عاشقانه یک طبقه خاصیه که اون طبقه باهاش ریلیت میکنن یا باهاش نسبتی تنگاتنگ برقرار میکنن. بعد فرض کنید یه شخصیتی مثل هاشم که در این حال اینکه یکی از بزن بهادرای بزرگ آغاست، ولی اون به اصطلاح تاب سیبیل جوانمردان سنتی رو داره که زیر حرفش نمیزنه، روی مرام داره، یه نوع اخلاقی رو که اخلاق شاید فکل کرواتیا نیست ولی اخلاقیه که به عنوان معرفت داش آکولی باز تو جامعه مطرحه. بعد شما اکرم رو میبینین که منو خیلی یعنی نمیدونم ارتباطی با تهیه کننده های این سریال اگر داشته باشم، یکی دوتا مقاله ای رو که نوشتم در اختیارشون میذارم. مثلا نقش اکرم یک موجود موزی فضول باهوش فرصت طلبیه که برای نجات مادر و سه تا خواهر بدبختش که یه بابای معتاد داشته اینا رو درست کرده و رفته دنبال کار اعتیادش، از خانواده دیسفانکشنال میاد ولی کن مثل خواهر بزرگ خانواده یه نقش قهرمانانه برداشته که این چهار تا زن بدبختی که از خودش عاجزترن یه جوری کمک رسانی کنه، مدد رسانی کنه. بعد رفته افتاده توی لانه فسادی که روابط همه آلوده است و اینم اون نقش رو خیلی خوب بازی میکنه. یعنی دوباره شما میبینین توی خانواده اشرافی دو نفر دارن پا به پای هم کنترل رو جلو میبرن، یکی نصرت که باز از طبقه پایین اجتماعیه، یکی اکرم که از طبقه پایین اجتماعیه، ولی روابطی تعیین کننده در بازی‌های بین این اعضای خانواده دارن و نقش کشی‌هایی که می‌کنن و هر دوتا سایه به سایه هم جلو میرن و دست همو می‌خونن، ولی باز هنوز اکرم دست بالا رو داره. بعد درست مثل یک فرزند یک خانواده معتاد نقش قهرمان رو بازی برداشته و به همون شیوه به اصطلاح خاصی که بچه های این خانواده ها که فقط در نقش سوروایوینگ یا تنازع بقا هستن ایفا نقش میکنه، میبینید که از اینا میگیره به هزار و یک کلک ولی بعد میبره همه رو میذاره دست مادره یا بستری کردن خواهرش و فراهمین. بازم این نوع معرفت یه نوع معرفتیه که یه عده‌ای باهاش رابطه برقرار میکنن، تک تک این چهره ها. بعد مثلا روشنفکر ما که الان اسمشم فراموشم شد و شهرزاد و شوهر کنونی شهرزاد، این دوتا ناقل ارزش‌های روشنفکرانه و ضمناً به اصطلاح اخلاقی یک جامعه هستند که دائم به بن‌بست برمی‌خورند ولی حداقل با حمایت همدیگه، با آینه‌گونگی همدیگه هنوز رو خط راست وای می‌ایستند. سقوط اونها رو هنوز ندیدیم.
این که شهرزاد زن قباد میشه سقوط فردیش نیست، سقوط اجتماعیه، سقوط یه تعهدیه که پدر به بزرگ آقا داره. ولی به هر حال دوباره بر میگرده رو اون خطی که میخواد طبیب باشه، میخواد کمک کنه، میخواد غیر اخلاقی عمل نکنه، میخواد دست افرادی رو که تحت ستم هستن بگیره و خلاصه یه عده‌ای هم با اینها ریلیت میکنن. بنابراین در خلاصه، چون وقتم تموم شد، خطام روشنه، میخوام اینو ببخشید، میخوام اینو بگم، از حالا میتونین رو خطوط بیاین 818-301-8000، که جمله من در خلاصه اینه که یکی از دلایل موفقیت سریال شهرزاد اینه که افراد متعددی در یک طیف وسیع اجتماعی احوال خودشون رو با احوال قهرمانان یا بازیگران یا نقش‌آفرینان این سریال مرتبط می‌بینن و باهاش همانندی می‌کنن یا باهاش فرافکنی می‌کنن و این بسیار بسیار به اصطلاح ماهرانه صورت گرفته و هر کاری که قادر باشه به احوال جامعه‌ای که باید او رو تأیید یا طرد کنن رخنه کنه، از اقبال تاریخی و اجتماعی برخوردار میشه. دوست دارم راجع به این موضوع به خصوص از شما بشنوم و اگر یکی از کسانی هستید که شهرزاد و دوست دارید و تماشا کردید بگید، چون من چندین مقاله رو این مسئله نوشتم که منتظرم در یک جایی بدم چاپ کنن. 818-301-8000 بفرمایید. دوست عزیز با شما هستم. حسن شد. ممنون آقا، بفرمایید. من راجع به این قضیه لاسودات میخواستم صحبت کنم. بفرمایید. من برام خیلی جالبه، مثلا توی آمریکا که اینقدر مثلا کنترل صورت میگه، وقتی که توی یک جایی که این همه انسان میان برام موسیقی گوش بدم، آیا کنترلی نیست که مثلا این از اونجا نبوده؟ این اونجا نبوده. این در محل نبوده، این در هتل، اتاق هتلی بوده که مشرف به این محله. و تو فقط سوال اینه که این چطوری 10 تا چمدون رو بدون اینکه کنترل بشه بردن تو اتاقش و این اسلحه ها تو این چمدون بوده، ولی این به هیچ عنوان در محل کنسرت نبوده، از اتاقش شوت کرده. بفرمایید دوست عزیز با شما هستم. بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی متشکر که درباره سریال شهرزاد صحبت کردید. بله. من مثلا هم از تفکرات بسیار عمیق شما تشکر کنم و همین که واقعا میبادیم به خودمون کشنیم، نویسندگان، کارگردان ها و هنرپیشه هایی داریم که من فکر میکنم سریال شهرزاد حتی خیلی خیلی ماندگارتر از سریال دایی جان آفدون خواهد بود و من از ابتداشو دیدم تا حالا و خیلی لذت بردم از صحبت شما. بله ممنون. شما با کدوم شخصیتش همانندی کردین؟ کدوم رو ایدئال سازی کردین؟ من بیشتر عاشق بازی اون زن اول ازم به حضورتون قباد شدم که دختر شهرزاد. او نه، منظورتون شیرینه. بله بله، خانم ایزدیار. بله بله، شیرین، خانم مهناز ایزدیار. ایزدیار بله، فوق‌العاده بازی عالی. بله، بسیار قوی بازی کرد، خیلی قشنگ بازی میکنه. بله بسیار. و نشانگر یک زن بیچاره ایرانی هست که فوق‌العاده به ظلم میشه و نمیتونه هیچ از خودش دفاع کنه. ممنون خانم. ولی با وجود این با چنگ و دندان به دنبال موجودیت خودش هست.
بله، البته توی اون من یه چیز دیگه ای میبینم، نقش والدینی که فرزندانشون رو ناتوان میکنن. یعنی شیرین با وجود اینکه سخت مورد عشق و توجه بزرگ آقا هست، ولی در این حال از خودش اختیاری و استقلالی و تصمیم گیری نداره و به همین دلیلم هست که وقتی بزرگ آقا میمیره این با این شوک روانی روبرو میشه. ببینید، یکی از دلایل اضطراب، به وجود آمدن اضطراب در ما انسان‌ها، نداشتن کنترل در بخش‌های مختلف زندگی خودمونه. در شیوه‌های جدید مادری و پدری من مکرر دیدم که دخترم با بچه‌هاش اونها رو در کنترل کامل تصمیم‌گیری‌های می‌ذاره تا جایی که تصمیم‌گیریشون خطرناک نباشه. در حالی که شما دقت اگر بکنید می‌بینید بزرگ آقا فقط در انتخاب شوهر برای شیرین تصمیم‌گیری نمی‌کنه، در همه جزئیات زندگی برای شیرین تصمیم‌گیری می‌کنه و شیرین باید تصمیم بزرگ آقا، تصمیم پدرش رو انجام بده. حالا جالبه که همون بزرگ آقا میبینید که شهرزاد رو که دختری بسیار مستقل چقدر دوست میداره و تحسین میکنه، ولی فرزند خودش رو فلج کرده و بعد از مرگ پدر این فرزند فلج شده مضطرب کارش به بیمارستان روحی میرسه. بفرمایید، دوست عزیز با شما هستم. الو، سلام علیکم. سلام خانومم، بفرمایید. فرنودی خواستم تو من فرنودی هستم، مگه یه فرنودی دیگر رو دوست داشته باشی؟ میگم من فرنودی هم. مهتاب فرنودی؟ بله من هستم، بفرمایید. در مورد سریال شهرزاد صحبت میکنی؟ بله. فرنودی خیلی ممنون که شما با ما ایرانی ها همراه هستید، یعنی واقعا ما رو درک میکنید از اینکه ما این سریال رو دوست داریم و شما هم در این مورد صحبت میکنید. من خیلی خوشحال شدم چون در همه مواقع با ایرانی ها هستید. خیلی ممنون. خواهش میکنم، مرسی. ما دیگه با ایرانی ها نباشیم، با کی باشیم؟ این تنها راهیه که خودمون با خودمون به یک به اصطلاح صلح و ارتباط عمیق میرسیم. من خودم وقتی که این سریال شهرزاد رو نگاه میکنم، درسته که به عنوان روانشناس شخصیت ها رو شناسایی میکنم، ولی خودم در مواقعی غرق ابعاد فرهنگی هر کدوم از این به اصطلاح شخصیت ها میشم. من جز شخصیت هایی که یادم رفت اینجا مطرح بکنم، ببینید بعد از بزرگ آقا دقت بکنید، بزرگ آقا یک مرد رئیس و به اصطلاح سر هرم قدرت یه خانواده بود دیگه، در این حال اینکه تصمیم گیری های خیلی خلافی هم می کرد، مثل اینکه مثلا گروه چیزاش، چاقوکشاش برن تکلیف یک کسی رو روشن کنن، سر جاشون بنشونن، ولی در این حال دارای یک مرامی بود که یک خطوطی رو برای خودش همیشه حفظ می کرد. حالا بزرگ آقا در قسمت اول سریال میمیره. جالب اینه که نویسنده حالا یک زنی رو، خواهر بزرگ آقا به نام بلقیس، یک زنی رو میذاره به عنوان بزرگ خانواده. خب ولی دقت کنید با بافت فرهنگی
بلقیس نمیاد بشینه با وجود تجربهش، با وجود اینکه خون خانواده با قول خودش دیوان سالار تو خونشه، بلقیس نمی نشینه پشت میز بزرگ آقا و انگشتر عقیق بزرگ آقا رو دست کنه و خانواده دیوان سالار به بلقیس رأی بدن، بلکه یه بچه جوالقی که برا خودش به اصطلاح هم تصمیم گیری نمیتونه بکنه، هم دلخوشیش فقط اینه که مشروب بخوره و سیگار بکشه و بیلیارد بره بازی کنه و بعد آزردن آدم ها رو به راحتی انجام میده و غیره، همین این چهره رو هنوز میارن اون میشینه پشت میز بزرگ آقا، چون مرده میشه وارث بزرگ آقا و بلقیس که داره در واقع خانواده رو و اسم خانواده رو حفظ میکنه میشه سایه‌ای که از پشت اداره میکنه. باز این خودش یه تم بزرگ فرهنگی داره که پشتش کدوم شعر خوابیده؟ زن خوب فرمانبر پارسا کند مرد درویش را پادشاه. این جز سایه های جمعی فرهنگی ماست. چرا زن خوب به اصطلاح باهوش پارسا نکند خیشتن را پادشاه؟ این خیلی مهمه دیگه. شما میبینید خرد بلقیسه، تصمیم گیری های درستش مال بلقیسه، نقش خونی های دشمنان خانواده دیوان سالار بلقیسه، پروتکشن دختر بزرگ آقا بلقیسه، ولیکن این آقا فوکول نشسته پشت میز و چوب سیگارشو میکشه و کارگر خونرم که حامله کرده و همیشه‌م که مسته و کارای اجتماعی عجیب و غریبم میکنه برای اینکه زن قبلیشو که طلاق داده دوباره به دست بگیره. شما ببینید فرهنگ چطوری باید به این مسئله نگاه کنه و تجزیه و تحلیل کنه، خودش رو لایروبی کنه و مهرهای درست رو در جاهای درست خودش قرار بده. شهرزاد و همسرش در تلاش این هستند که این معیارها رو در واقع در جامعه رواج بدن و میبینید که با چه بنبستایی روبروه. فساد شهربانی، خب که نه در اون حکومت نه در این حکومت غیر واقعی نیست. بعد فساد مافیای اقتصادی، بهبودی و نمیدونم دیوان سالارا و امثالشون، میبینید که اون هم نه در اون حکومت نه در این حکومت غیر عادی نیست. یعنی مصیبت‌های اجتماعی که تو این سریال دارن میارن بالا احتیاج به خیلی گفتگو و به اصطلاح کنکاش داره تا از حد یه قصه‌ای که ما میشینیم سرمون گرم میشه تبدیل بشه به یه رسوب فرهنگی تفکر برانگیز. 818-301-8000. من خسته شدم از بس حرف زدم. دو سه روز پیش نوه کوچیک من صبح اومد تو تخت، بعد به من گفتش که امروز با هم میریم بازی میکنیم همه روز. یک شنبه بود. من گفتم نه، من چون دیروز کار نکردم امروز باید برم مطب کار کنم. بعد یهو برگشت به من نگاه کرد، گفت فکر نمی کنی تو فعالیتت واسه یه مادر بزرگ خیلی زیاده؟ بعد من بهش گفتم که خب آخه من مادر بزرگ جوونم. بعد گفتش که باشه، هنوزم تو به اصطلاح باید خیلی تایم بذاری برای اینکه با ماها وقت بگذرونی. حالا الان که یهو خسته شدم از این حرف، این همه حرف زدن، یادم افتاد که آخه بابا منم مادر بزرگم. خب دوستان یه انانسمنتی دارم که بکنم. اول یه انانسمنت اینه که به من اطلاع دادن کسانی که کنفرانس های منو اداره میکنن، این یه دونه رو جواب بدم. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. عزیز
سلام خانم فرنوزی. جانم بفرمایید، سری وقتمون کمه. خانم فرنوزی، میدونی که دانشمندا ثابت کردن که خدا وجود ندارد، آیا شما اینو تایید میکنید یا میخواید بگید نه اشتباه میکنم؟ نه خیر، اجازه بدید من بگم. دانشمندان تا امروزی که من و شما داریم با هم حرف میزنیم نمیدونن، یعنی اصلا وارد این مقوله نشدن. دانشمند یعنی کسی که آنچه رو که در عالم استی، در عالم استی وجود داره و قابل سنجش و اثبات هست و بعد میشه در ردشم حرف دیگری زد، یعنی فالسیفای کرد، از این روش ها به حقایقی دست یافتن. از این زاویه اصلا موضوع خدا، اینکه هست یا نیست، یا اگه هست چیه، جنسش از چیه، عمرش چیه، از کجا اومده نیومده، راجع به این اصلا جز موضوع مطالعات نبوده، چون مفهوم خدا در میدان استی ها نیست، در میدان هستیه، یه موضوع فلسفی آنکولوژیکه، نه آنتولوژیک، ببخشید، موضوع آنتولوژیکه، یعنی موضوعی نیست که با اکسپریمنت و تجربه بخوان بهش برسن، اصلا مربوط به دنیای ایمانه و نه دنیای ساینتیفیک. برگردم سر انانسمنت. کسانی که کنفرانس های منو در به اصطلاح لندن اداره می کردن به من اطلاع دادن در دو روز 28 دسامبر و 2 ژانویه برا من 2 سمینار یک روزه در دبی گذاشتند که اطلاعاتش به تدریج بیرون میاد و در شماره تلفن‌هاشون رو در اختیار شما میذاریم برای تماس گرفتن. ضمناً کلاس دنباله کلاس شادو ورک یا چالش با سایه‌های درونی خودمون در ابن سینا از روز 18 اکتبر دوباره به مدت 6 هفته شروع میشه. ورود برای همه آزاد و رایگانه. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. آخرین تلفن ما. بفرمایید. الو. جانم بفرمایید. بفرمایید. با شما صحبت میکنم؟ بله بله، 1 دقیقه وقت داریم. درود بر شما. من از ایران تماس میگیرم. بله من مسئله اقتصاد اجتماعی رو خیلی دنبال میکنم. الان حدود فکر میکنم 1 سالی میشه که قطره خونوادگی خیلی توی ایران باب شده. می‌خواستم ببینم این از نظر چشم قهرهای خانوادگی ما هفته که جامعه به سمت بله آقای بله پروفسور بیمن از دانشگاه ابتدا هاروارد که در هاروارد ریویو اومده و الان در دانشگاه بران درس میده، ایشون یه مقاله‌ای داره به نام قهر و آشتی که خیلی خوب اینکه چرا قهر و آشتی یک دینامیسم یا یک شیوه کانفلیکت رزولوشن اسکیل یا شیوه حل مسائل در بین ما ایرانی ها هست، هفته آینده امیدوارم یادم باشه، اگر یادم رفت یادم بندازین، در خدمت شما. روز و روزگار شما عزیزان خوش.